مهران عباسیان از استکهلم ما همراه شده. مهران، بیشتر بشنویم از تو. وکلای نوری امروز چه گفتن در دادگاه؟ خب الناز، امروز در واقع روز دفاعیه و آخرین دفاعیه وکلای نوری در دادگاه مرکزی شهر استکهلم بود. قاضی قبل از شروع دادگاه و اجازه دادن به وکلای نوری گفت که وکلای نوری نامه کتبی به دادگاه ارائه دادن و صلاحیت دادگاه رو زیر سوال بردن و گفتن دادگاه سوئد اجازه نداره و حق نداره چنین پرونده‌ای رسیدگی کنه، اما قاضی این رو رد کرد. ولی به وکلا گفت شما در صحبتاتون و دفاعیتون میتونید به این نامه هم اشاره کنید. وکلای نوری با همین آغاز کردن و گفتن چنین دادگاهی اجازه نداره در سوئد به جرمهایی بپردازه که 34 سال پیش در ایران رخ داده. خب دادستان ها گفته بودن اعضای سازمان مجاهدین درگیری هاشون با نیروهای رژیم جمهوری اسلامی بین المللی بوده، جزء درگیری های بین المللی، اما وکلای نوری میگن این یک نزاع داخلی بوده، این درگیری ها داخلی بوده و غیر بین المللی بوده. بر سر این با هم تفاهم ندارن. دو بخش رو به این اختصاص دادن وکلای نوری و کامل گفتن که این دادگاه مواردی می آوردن که این دادگاه صلاحیت نداره. البته باید بگم در نوبت فردا اجازه داده به دادستان که جوابیه وکلای نوری رو بده قاضی. بعد از ظهر به تناقضات در صحبت شاکی و شاهدان پرداختن. خب 34 سال از اعدام‌های تابستان 67 میگذره. بعضی از این شاکی‌ها کتاب‌هایی درباره اعدام‌های دهه 60 و مخصوصاً تابستان 67 نوشتن که اینها یک روایت زندگیه و امکان داره در بعضی از کتاب‌ها در بعضی نکته‌هاش تناقض باشه و وکلا به این اشاره داشتن که در موارد گذشته قاضی به این اشاره کرده بود که قبلا نوشته این کتاب‌ها زمانی که نوشته شده به عنوان سند برای دادگاه نبوده، الان بعد از دستگیری حمید نوری این کتاب‌ها سند شده. به مواردی هم اشاره کرد وکیل نوری مثل چشمبند و میگفت برای ما قابل قبول نیست که این زندانی ها در زندان گوهردشت از زیر چشمبند تونسته باشن مواردی رو دیده باشن. و باز هم گفتن و ادعا کردن که حمید نوری در مرداد و شهریور 67 در مرخصی بوده و کارمند ساده زندان اوین بوده. حالا فردا در جلسه 92 آخرین دفاعیه های وکیل در شیفت صبح و بعد از اون قرار دادستان جواب وکلای نوری رو بده. ما پوشش خواهیم داد. متشکرم از تو مهران عباسیان، همکارم از استکهلم سوئد همراه ما بود.